أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. محبت در حق یک کودک بی مادر طبیعیست. محبت نکردن به فرزندانی که مادر دارند هم طبیعیست. یعنی مادردار نیازی به محبت ندارد. از طرفی عمه لباسهای نو به اونو پوشاند و او را میاراید. از طرفی هم مادر او را بر زانو نشاند و بهترین غذا را به اون میاراید. گرچه نزد ما حفظ ظاهر میکنند، ولی حتی پدر هم او را از همه ما عزیزتر میدارد. از حق نگذریم، برادرمان یوسف با ذکاوت و شیرین زبان است. چهره زیبای او واقعا دوست داشتنی است. همه ما برادرمان یوسف را دوست داریم، اما اگر پدر و مادرمان بگذارند و یوسف را دردانه و ناف پرورده بار نیاورند. شما کمربند و بازوبند پدر بزرگمان اسحاق را دیدید که یوسف بسته بود؟ آری، بلهه میگفت که اینها میراث انبیاست و باید پیامبر بعد سپرده شود. پس عمه فائقه چرا آنها را به یوسف داده است؟ خب این را میتوان از عمه پرسید. پروب که گله را باز کردندیم به نزد عمه میرویم. بچه و سنگ یک بار دیگر امتحان میکنی؟ همه شما را شکست. دوباره یهودا شروع کرد. هر کسی که برنده شود جا بشینه به دست. باشا اول تو. خسته نباشید. کجا؟ سلام زلفا. گلده را به آقل بردیم، نزد عمه فائقه میرویم، با او کاری داریم. یعنی میخواییم از او چیزی بپرسیم. ما هم از عمه سوالهایی داشتیم و اکنون از آنجا میاییم. من صلاح نمیدارم که شما سرزده به خانه عمه بروید. پدرتان نزد عمه فائقه است. او به دیدار یوسف آمده. شاید مشاهده این دیدار خوشایند شما نباشد. مگر اونجا چه خبر است؟ خب برویم ببینیم. این که کاری نداره. دیدید پدر یوسف را بیش از ما دوست می‌دارد. بیهوده سخن مگو. ما هم کودک بودیم، بر زانوی پدر می نشستیم و بر ما محبت می کرد. بلهه و زلفا برای همین می گفتن سرزده نزد عمه فائقه نروید. من که می روم. حرف بی خود می زنم.
همینجا بیست پسرم. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام بر مردان خاندان یعقوب. خسته نباشید عزیزانم. شما کی بازگشتید؟ همینک گوسفندان را به آغل بردیم و آمدیم که... آمدید که چه؟ آمدیم که با عمه سخن بگوییم. خب بگویید، میشنوم. عمه، این کمربند متعلق پدر بزرگ اسحاق نبی است؟ بله، همین طور است. اما برای یوسف حکم بازیچه را دارد. حقیقت این که گفتم یوسف با آن سرگرم شود تا غم بیمادری را فراموش کند. ولی بلهه می گفت این کمربند میراث پیامبر گذشته است و باید به پیامبر بعد برسد. پیامبر بعد از اسحاق نبی من هستم. این کمربند برای من میراث پدر و برای یوسف وسیله بازی و سرگرمی است. بلهه و زلفا تا وقتی راحیل زنده بود به او حسادت می کردند. حالا که دیگر او نیست به فرزندانش حسادت می کند. خیلی به صحبتهای آنها توجه نکنید. پدر، یهودا میگوید که شما یوسف را بیش از ما دوست دارید. این طور نیست. ولی شما امروز به دیدار یوسف آمده اید. او را بر زانو نشانده بودید. شما را هم در دوران کودکی بر زانو می نشاندم. اگر شما هم از من دور بودید برای دیدارتان می آمدم. من همه شما را دوست دارم و دلم نمی خواهد این گونه سخنان را بشنوم. بروید، بروید. من شما را مردان خانواده و پشت و پناه خود می دانم. آنگاه شما خود را با کودکی خرد و ضعیف مقایسه می کنید. خداحافظ خواهر. عمه فائقه، به پدرم بگویید که به من محبت نکن. چرا؟ آخه برادرانم ناراحت میشه. عزیزه دلم، تو محبت مادر که ندیدی، از محبت پدر هم محروم شوی؟ Oh.
بروید پنهان شوید، بروید، عجله کنید. عجله کنید، پنهان شوید، بروید. عجله کنید. پنهان شدید؟ تا 20 میشمارم باید آنها را پیدا کنید. کجایید؟ یوسف، 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 پس کو؟ یوسف، 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 بازی تمام شد، بیرون بیا. یعنی کجا رفته است؟ همه جا رو گشته ای. نزدم مفاقه به بسمه نرفته است. پشت بام، من به پشت بام میروم. یوسف، 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 بسمه، یوسف رو ندیدی؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گم شده. اینجا که نیامده، چه شده؟ عمه فاقه، یوسف گم شده؟ کجا رفتید که گم شد؟ مگر با یک دیگر بازی نمی کردید؟ او پنهان شد، دیگر را نمی آبید. همه جا را گشتید؟ آره، همه جا را. او امانت برادرم است. بیایید ببینم کجا بازی می کردید که گم شد. یوسف، یوسف، عمه جان کجایی؟ یوسف کجایی؟ یوسف، یوسف، امه یوسف اینجا هم نیست. چه کنم؟ چه خاکی بر سرم کنم؟ پای بر من. چه اتفاقی افتاده؟ چه شده؟ من داخل خانه به کار مشغول بودم. بچه ها در عیاد بازی میکردن. ناگه ها شنیدم یوسف را صدا میکنن. گفتم چه شده؟ گفتن یوسف گم شده.
همه جا را گشته ای؟ گشته ای؟ این گونه امانتداری میکنی؟ این گونه از یوسف نگهداری کردی؟ حواست کجا بود؟ از کن ببینم چه اتفاقی افتاده؟ حتی زوایای تاریک خانه را گشته ای؟ آری گشته ای؟ یوسف کودک باهوش است، خود را جایی پنهان کرده که پیدایش نکنند. مثلا در صندوق یا تنور. سلام عزیز دلم، تو اینجا چه میکنی؟ وای عزیزم، تو که جان من رو به لبم رسوندی. اینجا چه میکردی؟ درون تنور چرا رفته بودی؟ بازی میکردیم. من اینجا پنهان شدم تا برادرانم نتوانند مرا پیدا کنند. فارقه، تو نباید از یوسف غافل میشدی. اگر یوسف درون تنور خفه میشد چه میکردی؟ من با خواهرم راهیل عهد کردم که از فرزندانش محافظت کنم. از این پس لحظه‌ای از پیش چشم دورش را نخواهم کرد. بدون یوسف نمیتوانم زندگی کنم. بیا این همه زجرم نده، پیری تنها و فرتوت که عمرش رو به غروب نهاده از تو تقاضا میکنه. نه، همان که گفتم. قول میدهم از این پس بیش از گذشته از یوسف مراقبت کنم. میدانی فائقه، دوری یوسف را دیگر نمیتوانم تحمل کنم. بهتر از همینجا نزد ما بماند. من تنها یک فرصت از شما میخوام، تنها یک فرصت. فائقه، تو میدانی که یوسف یک کودک معمولی نیست و من نمیتوانم در مورد او مسامحه کنم. پس رشته پیوند من و یوسف را یک بار قطع نکنید. بگذارید چند روزی نزد من باشد تا به تدریج مهر از او بردارم. ولی سخن من همان است که گفتم. لیا، تنها چند روز، شنیدی؟ فقط چند روز. تنها چند روز. عهد میکنم که خود او را نزد شما بازگردانم. برویم جان عمه. سپاسگزارم لیا، سپاسگزارم برادر. خدا نگهدارت. این لطف شما را هرگز فراموش نمیکنم.
کمه؟ شما نخوابیده اید؟ تو بخواب پسرم، من خوابم نمی آید. بیدار شدی یوسف من؟ شما تا صبح نخوابیده ای؟ هر وقت که بیدار شدم شما هم بیدار بودید. تصور این که تو از خانم بروی آرامش رو از جانم و خواب رو از چشمانم رو بوده است. ولی من دلم نمیخواهد اینجا را ترک کنم عمه. من شما را دوست دارم، نمیخواهم به خانه خودمان برم. به راستی تو عمه را دوست داری؟ شما بوی مادرم راحیل را می دهید. خاله لیا را هم دوست دارم، اما به من که محبت می کند برادرانم ناراحت می شود. عزیزم، گفتی که دوست داری نزد عمه بمانی؟ برای نگه داشتن تو راهی به نظرم رسیده که باید کمکم کنی. برخیز، آماده شو تا نزد پدرت بروی. عزیز پدر، درود بر شما. آمدم امانت شما را بازگردانم. صحیح و سالم. سلام عمه فائقه. سلام عزیزم. قرار بود چند روز این را نگه دارید. یوسف، خوش آمدید پسرم. امانت را باید بازگردان، هر چه زودتر بهتر. اگر راضی نیستی او را باز می‌گردانم. نه نه نه، از این که او را بازگرداندی سپاسگزاریم و از این که مدت‌ها سرپرستی او را به عهده گرفتی قدردان شما هستیم. یوسف برویم بازی. برو پسرم، برو. خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار آن حافظ. چه فرقی بین یوسف و دیگر برادرانش می باشد؟ چرا این همه به او بها می دهند؟ خب معلوم است، یعقوب و خواهرش یوسف را بیشتر از بچه های ما دوست دارند. اسمی؟ بسمی؟ بله بانوی من. کمربند پدرم اسحاق نبی گم شده است، تا آن را ندیده ای؟ نه. با من بیا. یاکین پیر و چند نفر دیگر از اهالی را نیز باید خبر کرد. برویم. دینه آرامتر. شامون یهودا عجله کنید. چه شده خواهر؟ بسمه چه شده؟
کمربند اسحاق نبی گم شده است. همه جا را گشته اید؟ همه جا را. یادگار پدرمون اسحاق بود. من خیلی ناراحتم. همون که همیشه به کمر یوسف میبستم. باز هم بگردید. حتما پیدا میشود. همه جا را گشته ایم و از همه پرسیده ایم. اما اثری نیافته ایم. کی گم شده؟ چه میدانم؟ از لحظه ای که یوسف را به اینجا آوردم دیگر از کمربند اثری نیست. هیچ یک از شما این کمربند را ندیده؟ شاید یوسف قبل از اینکه به اینجا بیاید آن را جایی پنهان کرده است. فکر نمی کنی یوسف به خاطر علاقه ای که به آن کمربند دارد آن را برداشته است؟ یعنی یوسف دزدی کرده؟ شاید گمان کرده از آن خود اوست و من آن را به او بخشیدم. ولی من گمان هم نمی کنم. من برای پیدا کردن کمربند همه جا و همه کس را جستجو خواهم کرد و تا آن را پیدا نکنم آرام نخواهم نشست. فقط یوسف آن کمربند را می‌بست. ما از آن بی‌خبریم. بسیار خوب. من هم ابتدا از یوسف شروع می‌کنم تا بهانه‌ای نباشد. اجازه می‌دهی؟ نمی‌دانم چه نیرنگی در کارت است. اما هرچه هست این وضع مرا رنج می‌دهد. نیرنگ؟ نیرنگ کدام است؟ مردم، من کمربند پدرم را گم کرده ام و در صدد یافتن آن هستم. آیا این نیرنگ است؟ بسیار خوب، جنجال نکن، جنجال نکن. بگرد، همه را بگرد. کمربند اینجاست. دیدید دروغ نگفتم؟ این هم کمربند. یوسف، این چه کاری بود که کردی؟ یوسف که کار نکرده، فقط دزدی کرده. مردم کنعان، شما همه دیدید من دزد مال خود را پیدا کردم. بسیار خوب، بسیار خوب. کمربندت را یافتی، بردار و برو. به این سادگی نیست برادر. شما گویی قانون مردم کنعان را از یاد بردی. همه این مردم می دانند که طبق رسم و آیین مردم کنعان هر کس دزد مال خود را پیدا کند می تواند او را تا 4 سال به بردگی بگیرد. به به، یوسف باید بردگی هم بکند. آره. ما همه رسم کنعانیان را می دانیم. اما تو که نمی خواهی یوسف را به بردگی ببری. در این کار لحظه ای تردید نخواهم کرد. مگر اینکه شما بخواهید رسم و آیین مردم کنعان را نادیده بگیرید. بس کن فائقه، من این سنت مسخره را باور ندارم. یوسف را هم به بردگی نزد تو نخواهم فرستاد. وقتی شما که خاندان فرستاده خدا هستید به رسم آیین مردم پایبند نباشید، از دیگران چه توقع میتوان داشت؟ ولی یوسف یک کودک است، چگونه میتوان او را به بردگی گرفت؟ بزرگ و کوچک فرقی ندارد، این آیین همه را شامل میشود. ما هم به آن احترام میگذاریم. من میدانم که نیرنگی در کار است، اما نمیتوانم ثابت کنم. لذا اگر تو از یوسف نگذری مجبورم با درخواستت موافقت کنم. من دزد مال خود را یافتم و از او نمیگذرم. خداوند و رسولش از من درگذرند و مجازاتم نکنند. برویم یوسف، تو از امروز به مدت 4 سال برده من خواهی بود. این هم حاصل آن همه تعریف و تمجید. کودکی را که بیهوده پر و بال بدهن نتیجه همین خواهد شد. کودکان گاهی از این شیطنت ها می کنند. اون که دزدی نیست. چرا با او موافقت کردید؟ فائقه نمیتواند از یوسف به خوبی نگهداری کند. یوسف ظاهراً دزدی کرده بود و من نتوانستم خلاف آن را ثابت کنم. نگران نباش، جای یوسف بد نیست.
عزیز عمه، از این پس تو اربابی و عمه کنیز توست. تو وارث برادرم و چشم و چراغ قبیله ما هستی. این کمربند در حقیقت میراثی است که فقط تو لایق آن هستی. این کمربند از این پس مال من است؟ یوسف، یوسف پسرم، خواب میبینی؟ سلام عزیز دلم. آیا نبی خدا مرا بخشیده است؟ به خانه خود راه می دهد؟ اگر جز این می کردی تو را نمی بخشیدم. تو به رسم عشاق عمل کردی، آن را که دوست داشتی به چنگ آوردی. بخشندگی زیبنده ی انبیای الهی است. امیدوارم لایق این عفو باشم. من گناهکاری نمی بینم که بخششی در کار باشد. اینجا چه میکنید؟ به اصرار یوسف آمدم. او خوابی دیده است و تعجیل دارد آن را برای شما تعریف کند. تردید ندارم خواب او سراسر خیر و نیکیست. در خواب یوسف ارواح خبیثه راه ندارد. خب چه خواب دیدی عزیز پدر؟ خواب دیدم که من و برادرانم در صحرا مشغول بازی هستیم. بادیتون فکر نمی کنم تعبیر خاصی داشته باشد. باید در تعبیر آن کمی فکر کنم. شاید چیزی به خاطرم رسید. شما هم اگر امروز گله را به صحرا نمی برید، بروید دیگر. نمیدانم تعبیر خواب چه بود که یعقوب از آن در میان جمع سخنی نگفت. خب معلوم از ساده لو
سرفری و برتری یوسف بر دیگر برادرانش. همین تعبیر این خواب برای بچه ها روشن بود. من به عیان دیدم که ناراحت شدم. باید سعی کنم تأثیر سوران را از ذهنشان پاک کنم. یوسف نباید خوابش را در جمع میگفت. کمی نان و خرما بگذار، ساعتی دیگر نزدشان خواهم رفت. بیا فرزندم بیا. آن چه در مورد تو گمان می کردم درست است فرزندم. تو را مژده می دهم که در آینده جایگاهی والا و مقام و مرتبتی رفیع خواهی یافت و بر برادرانت سروری خواهی کرد. پدرم اسحاق نبی در حق من دعا کرد که خداوند پیامبران زیادی در نسل من قرار دهد. همیشه دلم میخواست بدانم وارث رسالت من کیست. امیدوارم که تو ادامه دهنده ی راه من باشی. خداوند تو را از همه شرور و آفات در امان بدارد. شاید تو همونی هستی که ما منتظرش هستیم. پدر، رسالت یعنی چی؟ غذا و لباس مرا مهیا کن. رسولان فرزندم فرستادگان خداوند به سوی مردم هستند و مردم را به سوی خداوند و به راه رستگاری و کمال هدایت می کنند. تحویل خوابت را برای کسی نبود، مخصوصا برادرانت. چرا پدر؟ اگر برادرانت بشنوند ممکن است آتش حسد در وجودشان شعله ور شود و با تو به عداوت برخیزند. نگرانم کردی برادر. گمان میکنم باید بیش از اینها مراقب یوسف باشم. اجازه دهید من نیز یوسف را با خود به خانه ببرم. ببرید. مراقب یوسف باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار پدر. خدا نگهدار پسرم. مواظب باش، او را تنها نگذار. شب که بازگشتید یوسف را خواهم آورد. مدتی است نتوانستم با آنها شبانی کنم. غروب با آنها باز می‌گردم. فرزندان ما فکر می‌کنن که توجه شما به آنها کم شده. نگران نباش. سعی می‌کنم این ذهنیت را اصلاح کنم. با وجود یوسف و بنیامین، یعقوب به دیگر فرزندان توجهی نخواهد کرد. ما که همیشه غذای من را با خود می آوریم، شما دیگر چرا خود را به زحمت انداختید؟ یعنی من حق ندارم دلم برای فرزندانم تنگ شود؟ حق ندارم بعضی روزها در کنار آنان باشم؟ هیچ چیز به اندازه آمدن شما نمی توانست ما را خوشحال کنه. قبل از آمدن شما مثل ماتم زده ها بودیم. کسی حال خندیدن نداشت. چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ میدانید پدر، ما احساس میکنیم که توجه شما نسبت به ما کم شده. فکر میکنیم بیشتر به یوسف و برادرش توجه میکنی تا به ما. ولی من یوسف را فقط به خاطر شما نزد عمه فائقه فرستادم. متوجه نشدید؟ فقط به خاطر اینکه مادرتان بیش از شما به او توجه میکرد. چه فرقی میکنه؟ حال مادر به بنیامین چسبیده است و عمه به یوسف.
بهترین لباس ها و سرگرمی ها هم برای تهیه میکنم. با شما موافقم، اما شما هم باید حق بدهید. ما باید به گونه ای رفتار کنیم که یوسف و بنیامین احساس بیمادری نکنند. پدر، ما از خوابی که یوسف دیده خیلی نگرانیم. مردان قدرتمند خانواده ما هستیم. تمام بار مسئولیت اداره خانواده و انجام کارهای سخت به دوش ماست. آن وقت یوسف جانشین شما شود. ولی خواب یوسف میتواند تعبیر دیگری هم داشته باشد. مگر نه این است که یوسف گفت چوب دستش سبز شده و بر چوب دستهای شما سایه افکند؟ این میتواند نشان دهنده آن باشد که یوسف همه برادرانش را دوست دارد، و یا اینکه یوسف نسبت به همه عطوف و رعوف خواهد بود و همه برادرانش را دوست خواهد داشت. ظاهراً غیر از تعبیری که ما نزد خود کرده ایم تعبیر دیگری نیز میتواند داشته باشد. درست متوجه نشدم. یعنی یوسف جانشین شما نیست؟ جانشین مرا خداوند تعیین میکند، آن هم بهترین شما را. شما هم بهتر است دست از بهانه گیری بردارید. یوسف و بنیامین برادران شما هستند، نه دشمنان شما. من همه شما را دوست دارم. از شما هم میخواهم که یکدیگر را دوست داشته باشید تا خداوند هم شما را دوست بدارد. بزرگان خاندان من، امید و پشتیبان من شما هستید. امروز احساس میکنم میتوانم به شما تکیه کرده دلگرم باشم. شماها شجاع و متحور هستید. با وجود شما هیچ غمی نمیتواند دل یعقوب را به خود مشغول کند. از اینکه پدر را آزردیم پوزش میخوام. گرک لاوی نفتالی شقوم. گرک گرک بگرد نزم. کجا آوردی؟ ما خودمان اون را کشتیم. به گوسفندان ما حمله کرده بود که بر سرش ریختیم و اون را کشتیم. نگفتید ممکن است به شما آسیبی بزند؟ فعلا که ما به او آسیب زده ایم. خدا عاقبت ما را بعد از این با شما بچه های دیوانه و نترس به خیر کنه. حتما شما هم در این کار یاریشان کرده اید. اصلا به من فرصت دخالت ندادن. پیش از این که بتوانم کاری کنم کار گرگ را تمام کردم. ما مشغول تدارک نهار بودیم که ناگاه گله وحشت زده رو به گریز نهاد. یک گرگ بزرگ به گله حمله کرد. ما هم اون را کشتیم. این کار خطرناکیست. چگونه این کار را کردید؟ خب معلوم است. وقتی او به گوسفندانمان حمله کرد ما هم به او حمله کردیم. هر کدام با هرچی داشتیم او را زدیم. با سنگ، با چوب. ابتدا من با چوب بر سر او کوبیدم. سپس راوی هم با سنگ بزرگی بر سر او کوبید و گرگ را گیج کرد. چند بار به ما حمله کرد. اگر از او ترسیده بودیم حتما ما را میکشت. ای کاش من هم با شما بودم. پدر، اجازه میدهی من با برادرانم به صحرا برویم؟ نه عزیز دلم، هنوز برای تو زود است. بزرگ که شدی خواهی رفت. شمبون، لاوی، یهودا بیایید این گرگ را میاندازید. بروید سگهای کنعان را به نوایی برسانید. بروید. پدر که به سحر آمده بود میگفت چرا خواب یوسف رو فقط سروری بر برادران تعبیر میکنی؟ شاید معنی خوابش علاقه و محبت زیاد اون نسبت به برادرانش باشد.
شاید شاید او همه شما رو دوست دارد. آری مادر، به راستی یوسف همه ما رو دوست داره. برای علاقه که لازم نبود خواب ببینم. خواب خبر از آینده میدهد، خبر از سروری و برتری یوسف. پدرتان شما رو ساده‌لوح تصور کرده. باور نکن. پدرتان خواسته شما را ساکت کند. بله میگفت اگر این خواب حقیقت داشته باشد، نشان از سروری و برتری یوسف نسبت به شماها دارد. ولی ما با یوسف بازی میکردیم و به ما هم خیلی خوش گذشت. او پدر است، نمیخواهد برادران به یکدیگر کینه داشته باشند. میخواهد همه مثل خودش یوسف را دوست داشته باشند. فائقه خوب نیست. فائقه؟ فائقه چه شده خواهر؟ سرانجام موعد من هم به سر رسید. از کجا میدانی؟ تو که حالت خوب بود، یک باره چه شد؟ چه فرقی می کند؟ فقط می دانم رفتنیه. طبیبی، داروی، درمانی، حال او خوب نیست. من از دیروز می دانستم فرصتی ندارم. فقط به سخنانم گوش کنید. دیروز که به اصرار خانه ما را ترک کردی، باید حدس می زدم. از دنیا چیزی ندارم. هرچه هست به یوسف می بخشم و از او پوزش می طلبم. از شما نیز پوزش می طلبم. من این 4 سال به نیرنگ یوسف را نزد خود نگه داشتم. به او تهمت دزدی زدم. خداوند مرا ببخشد. شما هم مرا ببخشید. یوسف من دزد نیست. من اون کمربند را
در زیر لباسش پنهان کردم. من این را می دانستم. تو خود را رنج نده. این را به همه بگویید. یوسف من دوست نبوده و نیست. تو خود را رنج نده. میخواهم با تو تنها سخن بگویم. یوسف آیه ای از آیات خداست، همان گونه که برای بعضی رحمت و نعمت است، برای بعضی زیان و خسارت است. من نشانه های حسادت و کینه را میبینم. مواظب یوسف باش، او دنبال این راه نبوت است. لحظه او را تنها مگذار، لحظه ای از او غافل مشو. او را با خود بخوابان و تنها جایی مفرست. فائقه، فائقه، سفر بخیر خواهر. سفر بخیر خواهر. سلام مرا به مادرمان رفقه و پدرمان اسحاق برسان. سلام مرا به راحیل برسان. سلام مرا به پدر بزرگمان ابراهیم برسان. روی به هیچ درگاهی نکنید و تنها به او پناه ببرید. هرچه میخواهید از او بخواهید، که همه عاجزند و قادر اوست. همه بر نیاز و راز درون شما غائبند و تنها شاهد حاضر بر همه وجود شما اوست. اگر یار میخواهید، یار شماست. حافظ و نگهدار میخواهید، نگهدار شماست. اگر منعم میخواهید، منعم و پروردگار شماست. و اگر پندندرز میخواهید، ناصح و باعث شماست. هر آنچه از خلایق طلب میکنید، جمله یک جان از دوست. وای
وای به روز کسانی که روی نیاز به سوی دیگری برند. بسا خلایق رسوا شوند اگر روز موعود خداوند با عدل ظاهر شد. بسا پرده ها دریده شود اگر او با عدالت بر خلق بنگرد. بسا امیران اسیر شوند اگر فردا حق تعالی مظلومان را دستگیر شود. بسا خون از دیده ها روان شود اگر آسیان بر اعمال زشت خیش ناظر شود. پس توشیان روز مهیا کنید و برای آن روز اعمالتان را اصلاح نمایید. چون فاقه همه آماده رفتن شدید که لاجرم همه رهرو این راه خواهیم شد. بیایید برای آمرزش روح فاقه همه با هم دعا کنیم. پروردگارا روح فاقه را با ارواح صالحان و دوستانت محشور بگرد. بیدار شوید جناب یعقوب. چه شده یا نبی خدا؟ گویا خواب می دیدید. صدایتان تا اتاق مجاور می آمد. آره، خواب رعب‌آوری بود. چند گرگ کودکی را دنبال کرده بودند. آنها کودک را در شکاف زمین سرنگون کردند و قصد دریدن او را داشتند. آن بچه که بود؟ او را نشناختید؟ دور بود، چهرهش را ندیدم، اما تقریبا در قد و قامت یوسف بود. نبی خدا حتما تعبیر خواب را می دانند، وگرنه این همه نگران نمی شدند. بلا و مصیبتی در کمین خاندان یعقوب است. خداوند بدی هیچ بنده ای را نمی خواهد. این بندگانند که با شیطان هم پیمان می شوند
و بر سر راه یکدیگر دام می‌گذارند. خواب موجب آرامش خاطر می شود. قدری استراحت کنید. خداوندا به تو پناه می برم.